به موضوع متفاوت بپردازیم. برای خیلی از مردم که تا همین چند سال پیش چرخیدن در فروشگاه‌ها لذت بخش بود، حالا با افزایش تورم و هزینه‌های زندگی در اغلب کشورهای دنیا دیگه خرید از فروشگاه لطف سابق رو نداره. گزارش‌ها میگن مردم کمتر به سراغ فروشگاه‌ها میرن و لباس و لوازم مورد نیازشون رو بیشتر به صورت آنلاین می‌خرن. وبسایت اکسس گزارش داده بعد از همه‌گیری کرونا عادت‌های مردم برای خرید کردن هم عوض شده و مردم دیگه بیشتر آنلاین خرید می‌کنن. این کار باعث شده کار و کاسبی فروشگاه ها کساد بشه. مثلا توی آمریکا امسال 3200 فروشگاه تعطیل شدن. در بریتانیا هم بعضی فروشگاه های قدیمی و معروف در حال تعطیلی هستند. سحر صالحی مشاور فرآیند تحول دیجیتال از بروکسل با ما همراه میشه. خوش اومدین خانم صالحی، ممنونم که دعوتمون رو پذیرفتین. فکر میکنم شاید از خودم شروع کنم. مثلا من 10 سال پیش ساعت های طولانی رو در پاساژ ها میگذروندم برای اینکه خرید کنم. الان بیش از نیم ساعت در یک فروشگاه نمیتونم بگذرونم، ترجیح میدم که آنلاین خرید کنم. چه چیز باعث تغییر رفتار آدم ها شده؟ یک مسئلهش هم البته دسترسی آسانتر به فروشگاه های آنلاین هست. درسته، وقت شما بخیر. فکر میکنم این قضیه رو میشه از زوایای مختلفی رو بهش نگاه کرد. ما از یه طرف خریدار رو داریم، از یک طرف فروشنده رو داریم و از یه طرف دیگه زمینه ای که این تعامل داره صورت میگیره رو داریم. در قسمت زمینه ما عامل تورم رو داریم، بحث تکنولوژی رو داریم و عامل کرونا رو داریم. این موارد برخی از اونها جدید نیست، اما تکنولوژی و تورم موضوعات جدیدی نیست. از حدود 40 سال پیش این قضیه که داره نحوه خرید کردن خریدار تغییر میکنه وجود داشته. میشه گفتش که کرونا یکی از عواملی بود که این تغییر رفتار رو به شدت و حدت بیشتری داد و قاعدتا عواقبی هم که داره مطرح تر شد که حالا داره چه اتفاقی میفته. از این طرف ما خریدار رو داریم که ناچارن دوران پس از کرونا یاد گرفته، دوران کرونا، و این به این رفتار داره ادامه میده که راحت تر میتونه خرید کنه آنلاین، میتونه قیمت ها رو مقایسه کنه آنلاین، توی ترافیک نباشه، صف وای نسه، اگر مشکلی داشت خوشش نیامد از کالا پس بفرسته. از این طرف دیگه فروشنده رو داریم که دیگه نیازی به مغازه‌های بزرگتر نمی‌بینه، میتونه با هزینه اجاره کمتر، کارمند کمتر بیزینسش رو ادامه بده، کسب و کارش رو ادامه بده. به نظر من مسئله‌ای که اهمیت داره و سوالی که به نظر من مطرحه اینه که آیا خرید کردن آنلاین مشتری داره موجب ضرر و زیان و ضرری که باعث فروشنده داره میده میشه یا عامل دیگه‌ای مطرحه؟ فکر میکنم سوالی که بهتر اینجوری به قضیه نگاه کنیم و سوال بهتر مناسب تری اینه که چیزی که فکر میکنم باعث این ضرر و زیان میشه تغییر نکردن فروشنده است. یعنی به نظر من فروشنده هایی که میتونن پیشبینی کنن که خریدار داره رفتارش تغییر میکنه، به چه سمت و سوی داره میره، با چه شدتی داره میره و چه تغییری باید بکنن و چه زمانی باید این تغییر رو بکنن، سوال های مهمتری هست که فکر میکنم ارزش مطرح کردن و فکر کردن بیشتر داره تا اینکه ما بخوایم تغییر رفتار خریدار رو سرزنش کنیم که باعث ضرر به کسب و کارها و خرده فروشی ها میشه. ممنون از شما. سحر صالحی مشاور فرآیند تحول دیجیتال از بروکسل با ما.